عرض ادب دارم خدمت همه شما مخاطبین خوبمون در پادکست هفت بسیار خوشحالم از اینکه وقت دوباره دست داد و ما تونستیم امروز هم در خدمت شما عزیزان باشیم من هرانوش هستم منم سلام و خوش آمد میگم بهتون و ممنونم که پادکست هفت رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید من ایمان هستم بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد تا پایان سال 2024 میلادی حدود 130 میلیون نفر در جهان مجبور به مهاجرت اجباری میشن. برخی برای فرار از مشکلاتی مثل جنگ، فقر، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومیتی و هزاران مشکل دیگه مجبور میشن که خانه و کاشانه خودشون رو به اجبار ترک بکنند و به سرزمین تازه‌ای کوچ کنن درک دلایل بنیادی مهاجرت بین المللی شاید کمک بکنه به این موضوع بیشتر توجه بکنیم که امور اجتماعی که به شکلی چشمگیر در حال جهانی شدن هستند چطور سازمان یافتن سال هاست که افراد گروه ها و نهادهای مختلف دارن تلاش میکنن تا ریشه مشکلاتی که منجر به مهاجرت اجباری میشه رو بررسی و تحلیل بکنن جامعه باهایی در طی سالهای گذشته در نشستهای ملی و بین مختلفی شرکت کردند که موضوع اونها تمرکز بر مهاجرت بوده و با فعالان در حوزه های مختلف اجتماعی کار کردند تا درک بهتری از دلایل عمیقتر مهاجرت اجباری و تاثیر اون بر جوامع مختلف رو پیدا بکنن. بر اینکه با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر آشنا بشیم امروز از خانم سمانه الفتی دعوت کردیم که با ما همراه بشن و با ما کمک بکنن تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم خانم سمانه الفتی فعال اجتماعی هستند در حوزه مهاجرت خصوصا مهاجرت اجباری و سال هاست که به پناهجویان در امریکا خصوصا پناهجویان اهل افغانستان کمک می تا در این سرزمین زندگی تازه ای رو شروع بکنند. بریم باهاشون همراه شیم. مخاطبین خوبمون خانم سمانه الفتی رو داریم روی خط سمانه به پادکست هفت خوش اومدی درود بر تو درود بر شما ممنون از اینکه منو دعوت کردیم به برنامه خوبه منم بهتون درود میگم خانم سمانه الفتی و ممنونم که با پادکست هفت همراه شدید همونجوری که در جریان هستید امروز ما در خصوص موضوع مهاجرت اجباری صحبت میکنیم میدونیم که شما سالهاست با پناهجویان و کسانی که به دلایل مختلف مجبور به ترک وطنشون شدند در تماس هستید و به اونها کمک میکنید تا شرایط تازهی برای زندگی پیدا بکنند اجازه میخوام بحث رو از اینجا شروع بکنم که ازتون بپرسم اساسا چه عوامل و ساختارهایی باعث میشه که در دنیای امروز افراد بسیاری مجبور بشند ناخواسته البته سرزمین و میهن خودشون رو ترک بکنند و به جغرافیای تازه کوچ کنن مهاجرت اجباری در واقع چیزی هست که فرد یا افراد خیلی تمایل یعنی بهش ندارن که مملکت خودشون رو ترک بکنن یا جلای وطن بکنن ولی به اجبار به خاطر شرایط و جبر زمان و یا پیرامون خودشون یا شرایطی که براشون به وجود میاد مجبور میشن که تن به مهاجرت بدن عوامل متعددی باعث میشه که افراد به مهاجرت دست بزنن از جمله میتونیم عواملی که خب هستش مثل رفاه اقتصادی رفاه اجتماعی یعنی نداشتن رفاه اجتماعی یا نداشتن رفاه اقتصادی یا میتونیم بگیم که تبعیضات تبعیزاتی که صورت میگیره تبعیض نژادی و قومیتی تبعیضات مذهبی تبعیزات جنسیتی یا همینطور برای آزادی هایی که ندارن آزادی هایی که ندارن آزادی های بیان آزادی سیاسی و یا آزادی های جنسیتی و اجتماعی اینا عواملی هستش که باعث مهاجرت مهاجرت های اجباری میشه و باید میشه که مردم بخوان مملکتشون رو به خاطر رفتر به جای دیگه ترک بکنن سمانه آیا از دید تو امکان داره این موزل رو در سطح ملی و کشوری به صورت جدا جدا حل کرد یا به علت همتنیدگی و پیوستگی جهانی ما نیاز داریم که راهکار جمعی در سطح بین المللی پیدا بکنیم ببینیم به نظر من این دو هر دو به هم وابسته است نمیتونیم بگیم که هر کدومش رو جدا جدا بشه به هم در این سطوح و جدا جدا بشه نگاه کرد همونطوری که میدونیم هر درست اگه بخوام در سطح بین الملل نکنیم هر کدوم از این موزلات رو اول باید در سطوح پایین تر بهش بررسی بشه در لایه های کوچکتر پایین تر که من فکر کنم همون از لایه ها و سطوح پایین تر میتونیم از همون کوچکترین جمع یا اجتماع که از همون خانواده است بعد بهش بررسی بشه یعنی ریشه یابی بشه اگر میخوایم بگیم که مهاجرت یه م... مهاجرت اجباری یک معضله پس باید یه سری آموزش هایی به افراد داده بشه در این زمینه که من فکر میکنم از همون خانواده صورت میگیره و این آموزش ها باید داده بشه به عنوان خانواده به توی خانواده به عنوان فرد به عنوان یک والد به عنوان یک پدر و مادر باید به بچه هامون یاد بدیم باید به فرزندانمون یاد بدیم که در مقابل پیرامون خودشون در مقابل هایی که در پیرامون خودشون میفته بی تفاوت نباشه یعنی اینکه اگر توی جامعه خودشون اگر توی محله خودشون توی محل تحصیلشون محل کارشون تو همسایگی خودشون اتفاقی میفته اگر فرد رو میبینن که تحت ظلم قرار گرفته تحت هر تبعیضی قرار گرفته تحت آزار و اذیتی قرار گرفته سکوت نکنن بی تفاوت از کنارش نگذرن یعنی در واقع همون چیزی که الان بحث جامعه هست بحث قالب جامعه است یعنی قشر خاموش نباشن قشر, خاکستری نباشن بی تفاوت نباشن به جامعه هم صدا باشن با کسی که الان که مورد ظلم قرار گرفته و سعی کنن که صدای ز... مظلوم رو بالا ببرن که در نهایت منجر میشه به این که کسی که مورد تبعیض و ظلم قرار گرفته از مهاجرت اجباری جلوگیری بشه ازش تقریبا یعنی یک یک رشته به هم متصلن از ریشه باید یه همچین چیزی رو باید بهش نگاه, ب... نگاه کرد و در سطح بین المللی هم خب مطمئنا در سطح بالاتر اگر صدای ما از پایین با هم هم صدا به گوش صدوع بالاتر و جامعه بین المللی اگر با هم برسه صدای بلندتری داریم و در سطوح بین المللی هم کسانی که مست... دستشون در کار هست باید قوانینی رو در نظر بگیرند که قوانین حقوق بشری رو در نظر بگیرن که کمک بکنن به مهاجرین برای تسریع کارهاشون برای رفاهشون و برای اینکه کسایی کشورهایی رو که نقض حقوق بشر میکنن ام... قوانین رو وضع بکنن که جلوگیری بشه از این موارد اشاره کردی که باید از دل خانواده این اصول و این دیدگاه به وجود بیاد و ما بتونیم صدای مظلوم باشیم من دوست دارم برای ما اگر بتونیم مثال بزنی از اینکه در سطوح بالاتر ما اگر که یک سری مسائل رو داشتیم و یک سری قوانین رو داشتیم چه اتفاقهایی در سطوح پایین تر می افتاد؟ خب در سطوح بالاتر اگر که بخوایم در جوامع بین یا کشورهایی که خب بیشتر توانایی دارن که کمک بکنن به یه سری از کشورهایی رو که یا به, مح... به کشورهایی رو که خب در این زمینه ها توانایی کمتری دارند من فکر میکنم خیلی موثر هستش به خاطر اینکه هم از لحاظ قدرت بیشتری در جوامع ب... حقوق بشری دارن میتونن قو... اون نفوذی رو که دارن میتونن قوانینی رو وز... با صدایی که دارن و قدرتی که دارن قوانین رو وضع بکنن که یه مقدار به خود به رفاه مهاجرین رفاه به رفاه و راحتی برای مهاجرین کمک بکنه و مطمئنا خود این مملکت ها که پذیرا هستند مهاجرین رو خیلی میتونن نفع ببرن من خیلی با افرادی صحبت کردم ام از شهردار مثلا منطقه خودمون یا افرادی که مثل سوپروایزر مثلا سوپرو مناطق مختلف و اینا و بهشون گفتم مطمئن باشین که اگر شما اگر هزینه ای انجام میدین یا کمکی در زمینه رشد و رفاه و آسایشی برای مهاجرین انجام میدین این فقط به نفع مهاجرین نیست به نفع خودتون هم هست یعنی این یک منافع مشترکی داره اگر شما کمک بکنین مطمئنا حالا هر اگه هزینه ای انجام میشه یا هر چیزی که میشه برای رشد مردم برای رشد افراد مهاجر و آموزش داده بشه بهشون که چطور از سیستم خودشون آگاهی پیدا کنن سیستم مملکتشون مملکت جدیدشون آگاهی پیدا کنن میتونن خیلی سریعتر با مملکت جدیدی که الان توش هستن خوب بگیرن با فرهنگ شما خیلی راحت تر فرهنگ رو یاد بگیرن سیستم رو یاد بگیرن و مطمئنا شما محل و کشور راحتتری دارین با مهاجرینی که پیش در کنار شما دارن زندگی میکنن میتونین راحت تر زندگی بکنین و واقعا یه به قول مرفی میوچوال بنفیته یعنی هر دو ازش نفع میبریم نه فقط مهاجرین که حتی کسایی هم که در کشور میزبان زندگی میکنن این منافع رو میبرن چیزی نیست که فقط منافع به، این نفت به مهاجرین برسه یک منافع مشترکی که به تمام افراد میرسه در جامعه خانم الفتی شما در طول سالهای فعالیتتون به صورت مستقیم و شاید دست اول با پناهجویانی که از افغانستان به امریکا پناهنده می شدند. و میشن در تماس هستید و به اونها کمک میکنید میخوام ازتون بپرسم بر اساس تجربیهی که داشتید این افراد با چه چالش هایی روبرو هستند؟ یا مهمترین چالشی که باش با روبرو هستند چی هست؟ بیشترین چیزی رو که من از نزدیک میبینم در واقع عدم آگاهی و نداشتن سواد اجتماعی نه فقط خب سواد اکادمیک که خیلی هاشون ندارن سواد تحصیلی یا حتی مثلا مدرسه نرفتن مخصوصا خانم افغان حتی سواد تحصیلی و نوشتن هم نوشتن و خوندن هم ندارن ولی سطح آگاهی و سواد اجتماعی خیلی پایینی دارن به خاطر اینکه از جلوگیری شده از ازشون برای که بخوان به محیط های آموزشی در محیط های آموزشی شرکت بکنن و شما فکر کنین از یه همچین محیطی که توی کشورشون داشتن که اصلا حتی اجازه ندادن از خونه بیرون بیان یا توی محیط های اجتماعی یا آموزشی شرکت بکنن حالا یه از هر همچین محیطی که هیچ آگاهی نسبت به اجتماع و جامعه خودشون ندارن اینا میان یک دفعه توی یک فضای بازی مثل کشورهای غربی که اصلا کلا محیط یا فرهنگ به طور کلی متفاوته و حالا بعد از حالا مدت زندگی سالهای زندگی که هیچ مسئولیتی گردنشون جز مثلا یه سری از مسئولیت هایی که توی خونه داشتن نداشتن الان یه سری مسئولیت هایی دارن که باید حالا انجام بدن اما از اینکه باید رانندگی یاد بگیرن باید یه سری از کارهایی رو انجام بدن خودشون انجام بدن مسئولیت بچه ها رو خارج از منزل به عهده بگیرن یعنی خیلی خیلی مشکله خیلی براشون سخته و این تفاوت فرهنگی که از نزدیک میبینن بسیار براش تحت فشار قرار می گیرن خیلی براشون حزم این جریان سخته و اینکه بخوان خودشون رو تطبیق بدن با جامعه یعنی بخوان تطبیق بدن که نه حتی اگه بخوان یک مقدار بخوان با روند جامعه جلو هم برن براشون بی نهایت مشکل هستش من چیزی که میبینم برای مخصوصا مهاجرین افغان مخصوصا خانم های افغان این بزرگترین معضلی هستش که من میبینم و من فکر میکنم خیلی درباره بحثی که قبلا داشتیم جوامع میزبان میتونن در این زمینه کمک کنن مراکزی رو و مجموعه هایی رو در نظر بگیرن که آموزش های لازم رو به این افراد بدن که بتونن راحت تر با پیرامون خودشون منطبق بشن و میگم این منافع فقط مختص به چیزی نیستش که نه این شرایط نفعش برسه فقط به مهاجرین چیزی هستش که نفعش به میزبانان ما هم میرسه درسته و داشتم فکر می کردم چقدر غم و اگر که شهروندان جامعه میزبان نتونن اون نقششون رو درست اجرا بکنن شرایط به مراتب برای پناشویان سخت میشه و ای کاش که شهروندان جامعه میزبان بدونن که باید آروم آروم اینها این مسیر رو طی بکنن چون با این بزرگ شدن با این فرهنگ با این مدلی که سمانه بهش اشاره کردی درشون تنیده شده و خیلی خیلی سخته که از اون باورها یک دفعه بیان بیرون اشاره کردی در صحبتات ولی من میخوام یک بار دیگه برامون مشخصا توضیح بدی که چقدر میتونه شهروندان جامعه میزبان در روند رشد پناهجویان تاثیر داشته باشن و چقدر اونا میتونن موثر باشن در کمک کردن به این روند من همیشه چیزی که خودم بهش اعتقاد دارم اینه که به هر حال شهروندان کشورهای میزبان هم ببینین این یک همکاری مشترک میخواد نمیتونیم بگیم که یعنی یه سری چیزهای کلیشه ای آره میتونیم بخونیم تو مقالات توی کتاب ها که مثلا افرادی که شهروندان کشورهای میزبان هستن پذیرای مهاجرین باشن و بتونن understanding یعنی بفهمنشون افراد رو ولی خب یه مقدار توی شرایط واقعی و واقعی بخوایم در واقعیت نگاه کنیم یه مقدار مشکله به هر حال شما وقتی که حتی توی از یه منطقه به یه منطقه جدید مهم... حتی نقل مکان هم میکنی از یه محل به یه محل دیگه به هر وقتی وارد نیبهود جدید یا همسایه جدید میشی همسایه های دیگه به هر حال به یه دیده دیگه نگاه میکنن یه خورده باید خودت خودتو ثابت بکنی اول این در واقع این وظیفه من کسی که تازه وارد محل شدم هستش که من باید خودم رو یا مقدار به قول معروف برادری مثابت بکنم اول ولی چیزی که هست یعنی یه مقدار من باید اول خودم رو نشون بدم که من کسی هستم که شما میتونین به من اعتماد بکنین به عنوان مهاجر ولی یه چیزی که من میتونم بگم که میشه اینو تمرین بکنن ام میزبانان این کشورها به عنوان کشورهای مهاجر پذیر این هستش که میتونن اطلاعات لازم رو معلومات لازم رو چیزی رو که افراد مهاجر احتیاج بهشون دارن در زمینه فرهنگشون در زمینه آداب و رسوم در زمینه سیستم اداری قوانین و مقررات اینا رو با صبر به مهاجرین یاد بدن اینا رو بتونن در اختیار مهاجرین بذارن بلکه اینکه ما واقعا هم بعضی وقتا ببینیم 20 سال هم هست توی کشور زندگی میکنی ولی از بعضی از قوانین هنوز یه چیزهایی رو نمیدونی یعنی چون سر و کار باهاش نداشتی یه چیزهایی رو واقعا هنوز خبر نداری و واقعا این من فکر کنم این وظیفه ای شهروندان کشورهای میزبان هستش که با سعه صبر مثلا با اون صبر و با اون روی گشاده این اطلاعات رو در اختیار مهاجرین بذارن این که مثلا خوشرفتار باشن این که مهربون باشن اینا خب چیزای شخصیتیه اینا چیزایی که خب تو هر کشوری که میریم بسته به شخصیت افراد داره که چه جور رفتار میکنن اه، اه، میگم شما توی محله که زندگی میکنین ممکنه حتی با خود شهروند اون کشور هم ممکنه خوب رفتار نشه اینو نمیشه خیلی کسی انتظار داشت اینا به با ممارست و تمرین به وجود میاد با آموزش به وجود میاد یواش یواش ولی میشه اینو بهشون یاد داد که اگر شما به عنوان کشور میز با مهاجر پذیر هستین شما این آموزش رو به مهاجرین بدین و خیلی بخشنده این معلومات و این اطلاعات رو در دسترس قرار بدین و این اطلاعات رو در اختیارشون قرار بذارین و بدون اینکه احساس خستگی کنین یا بدون اینکه احساس سختی براتون داشته باشه بهشون این اطلاعات رو بدین و بدونین که اینا اگر کاری هم انجام میدن از نادانستن نه از روی قصد و امن خانم سمانی الفتی یک بار دیگه از شما سپاس گذاریم که امروز با پادکست هفت همراه بودید و به ما کمک کردید تا با ابعاد مختلف موضوع مهاجرت اجباری بیشتر آشنا بشیم هر کجا هستید و هر تصمیمی که میگیرید در مسیر پیش رو موفق تر از پیش باشید خدا نگهدارتون خیلی ممنون متشکرم از اینکه منو دعوت کردیم به برنامهتون مرسی